با درود خدمت تمامی سروران کشتی دوستان و همراهان همیشگی کانال حسین نظری MMA. بریم به شهرستان تون کابل. کشتی های جام تختی در حال برگزاری هست. وزن 57 کیلوگرم علی رضا سرلک دلاور کشورمون در مقابل کشتیگیر از ارمنستان توانیان شماون. یه لحظه حالا در همه ابتدای کار بلافاصله برسوخت پیش میندازه، خاک میکنه، ببینیم باراندازش هم میزنه یا نه. بله، یه بارانداز هم میزنه و 4-0 میکنه از چه کشتی رو. دو کشتی از تشک خارج شدن، یه بارانداز هم بیرون تشک زد، ولی خب قبلش داور سوت زده بود. نتیجه کشتی رو 4-0 میکنه در همین ثانیه های ابتدایی کشتی. اومده که طوفانی آغاز کنه علیرضا سرلک. محمد جوان هم هست، رقابت زیبایی بین اینها خواهد شد. ببینیم چه میکنن، کدومی که این دلاوران به فینال راه پیدا میکنن. همچنان دست علیرضا سرلک بهتر کار میکنه، بهتر از کشتیگیر ارمنی. کشتیگیر ارمنی با دو بنده آبی در تصنیفش هست و دلاور کشورمون با دو بنده قرمز. ببینیم یه لحظه حالا پیش انداخت. کشتیگیر ارمنی هم نمیخواد پاپس بذاره. ارمنی ها دو تیم اول و دوم خودشون رو به این مسابقات آوردن، یه جورای انتخابی هست براشون. هر کدوم از کشتیگیر ارمنی به فینال برسند یا مقامی تو این دو از مسابقات بیارن، به تیم ملی خودشون راه پیدا خواهند کرد. گرجستان هم شرکت کرد، البته با 15 نفر ولی نه با ترکیب اصلی، ولی ارمنی ها کامل هستن، قهرمانای اروپاشون رو دارن و کلا مدال بگیرهاشون آوردن. یه لحظه هم پیش انداخت سرلک، رفت برای مچپا ولی زیرک بود کشتیگیر ارمنی. تند و تیز هست و هوشیار، وزن 57 کیلوگرم و سرحال و سبک بال هستن هر دو کشتیگیر. ولی کشتیگیر ما، دلاور ما، تا به اینجا که 4-0 جلو هست از کشتیگیر ارمنی توانیان. همچنان رو دستای همدیگه کار میکنم. بعد از اون 4 امتیازی که تو ثانیه های اول گرفت، یکم کشتی از تب و تاب افتاده. یه لحظه حالا گست میکنه، میتونست بره به پشت کشتیگی. یه لحظه تحت فشار گذاشته، ببینید حتی شه خارجش میکنه یا نه. هنوز نتونسته. زیرک از کشتیگی ارمنی، درست تو میلیمترهای آخر تشک دور میزنه و خودشو به وسط تشک برمیگردونه. همچنان رو دسته هم دیگه کار میکنه، ولی کشتیگیر ما هست که رو به جلو هست. دوباره کشتی نگه میداره و به سرلک اختار میده که انگشتا رو نگیرن. 30 ثانیه از 3 دقیقه اول این کشتی زمان داری. ببینیم چه میکنن. 3 دقیقه دوم مطمئنن کشتی بهتری خواهیم دید. بله، این هم آقا جانی مربی عزیز کشورمون نگران داره کشتی شاگردش رو دنبال میکنه. ثانیه های پایانی 3 دقیقه اول هست و کشتیگیری یه جورایی نشون میدن که راضی هن که اول برن پیش مربی هاشون تا ببینن چه توصیه هایی در نظر گرفته میشه. بله، اینجا 3 دقیقه اول این کشتی به پایان میرسه. سری مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام تختی تون کابون مازندران. آقا جانی توصیه هایی لازم رو به شاگرد خودش میده تا ببینیم 3 دقیقه دوم رو با چه تاکتیکی میخواد با این کشتیگیر کشتی بگیره. کشتیگیر زیرک و کشتی بلدی هست و در کار باید مراقب باشه. علیرضا سرلک. خب 30 ثانیه استراحت کشتی به پایان میرسه. دو کشتیگیر باید در میانه میدان دوباره سرشاخ بشن. علیرضا سرلک در مسابقات قهرمانی جهان تونست نقره بگیره در اسلو نروژ در سال 2021. در مسابقات قهرمانی آسیا در آلماتی قزاقستان نقره گرفت. برنز امیدهای جهان رو هم یدک میکشه علیرضا سرلک. ببینیم چه میکنه در مقابل این کشتیگیر ارمنی. یه لحظه حالا پیش میندازه، میرفت که به پشت کشتیگیر برسه، ولی پرسرعت هست. حالا کشتیگیر ارمنی هست که سرعت کشتی رو بالا برده. جدا کشتی میگیره، نمیخواد بچسبه به سرلک. میدونه بچسبه به سرلک
فندو خورده، حالا یه سر زیر بغل زیبا میرسونه خودش رو به پا درهم میکنه. ببینیم، بله بیرون تشک خاک میکنه. ببینید چارتایی دادن، یه لحظه هم کشتیگیر ما تابون کشتیگیر ارمنی رو، تبانیان رو ببینیم، احتمالا چارتا به ارمنیه باید بدن و دوتا به کشتیگیر ما. ببینیم چه امتیازی میخوام بدن. سر زیر بغل زیبا زد، نه دوتا به کشتیگیر ما دادن و به دوتا به ارمنی، دوتا دوتایی دادن. ببینیم اینجا به پا رسید زیبا، درختکن زیبا، و اینجا ولی کامل نتونست به پشت بکوبونه. اگر به پشت می آورش رو خاک مطمئنا چارتایی داشت. البته چلنج هم کردم، ببینیم نظر هیئت جوری چی هست. ببینیم یک بار یه تصویر آهسته رو اینجا سر زیر بغل و کاملا مهار کرد پا رو، یه درختکن و اینجا نه کامل نیومد پایین. فکر میکنه همون دوتا درست هست، دوتا هم اینجا تابوندش و یه لحظه رو پل نگه داشت. دوتا به کشتیگیر ما دادن، دوتا به کشتیگیر ارمنی توانیان. ببینیم نظر هیئت جوری چی هست. خب بله، هیئت جوری اعلام میکنه که چلنج رو هم واگذار کردن کشتیگیر ارمنی. نچه کشتی حالا 7-2 میشه، یک امتیاز هم به خاطر واگذاری چلنج از دست میدن کشتیگیر ارمنی. ببینیم رقص پا میکنه، نشون میده که سرحال و خوش نفس هست، خسته نشدن هنوز. نچه کشتی 7-2 هست به نفع دلاور کشورمون علیرضا سرلنگ، نایب قهرمان جهان. یه لحظه حالا اومد برای زیرگیری، جدا داره کشتی میگیره کشتیگیر ارمنی. حالا سرلنگ داره اداره میکنه کشتی رو، اشتیاقی نداره برای یه لحظه حالا پیش میندازه، میتونست بره به پشت کشتیگیر. راسته هم دیگه همچنان کار میکنن. یک دقیقه 20 ثانیه تا پایین کشتی زمان داریم. سرلک فقط فن رو نشون میده، نمیره برای اجرای فن، نمیخواد ریسک کنه و میخواد که با همین 5 امتیاز اختلاف کشتی رو تموم کنه. انرژیش رو هم نگه داشته برای کشتی های بعد. کشتی های سنگینی در راه هست در مقابل قهرمانان کشورمون. یه لحظه یک بار دیگه زیر نشون داد کشتیگیره ارمنی توانیان، ولی خب نمیتونه از دستای پرقدرت علیرضا سرلک عبور کنه. یه بار دیگه میخواست دستو بکشه. همچنان رو دستای همدیگه کار میکنه. یه زیر نشون داد حالا سرلک، حالا کشتیگیر ارمنی نشون میده، فقط فنون رو نشون میدن ولی اجرا نمیکنه. حالا یه زیر دخم میرسه به پا، ببینیم میتونه خاک کنه یا نه. نه پرگلدت و گلدار هست علیرضا سرلک، خوب خودش رو رها کرد از این مخمسه. ثانیه زیادی به پایان کشتی نداریم، داور تذکر میده که فرار نکنه کشتی گیر ما. 19 ثانیه فقط تا پایان کشتی زمان داریم، میتونه کشتی رو اداره کنه، زمان کمیه. داره عقب میکشه علیرضا سرلک، یه جورایی احتمال داره داور بهش اختار بده. بله همین کار هم میشه، خیلی دیگه داره عقب میکشه. البته مطمئنه که ثانیه های پایانی هست و نیازی نداره که ریسک کنه. فقط 7 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم. علیرضا سرلک در مقابل این کشتیگیر، بله اینجا برنده میشه و دستمون به عنوان مرد پیروز میدان به بالا خواهد رفت. خب دوستان، برای دیدن ادامه کشتی ها لطفا کانال ما سابسکرایب کنید، زنگوله کنار کانال هم فعال کنید، بمیست این که کشتی های بعدی دوستان عزیزانمون در کانال بارگذاری میشه. یوتیوب شما در جریان میگذره و از دیدن کشتی های زیبای دلاورمون لذت خواهید بود. تا دور دیگر، بدرود.